در خصوصی امام علی رحمان فیلم صورت می گیرند. معمای تعلیم اسلامی در تاجیکستان. تاجیکستان اکنون سامانه های اجتماعی در زیر نظارت قرار می گیرند. معلومات پیدا گردیده است که در خصوص پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان فیلم بدیعی صورت گرفته می شود. با تشبسی نقشه چاپلوسی زیرین رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان محمد سعید پیرزاده برآمد کرد. در این خصوص رئیس کمیته در کنفرانس خبر داد. با گفته پیرزاده پس از تماشای فیلم بدیعی آسمانی کودکی من در خصوص پرزیدنت نورسلطان نظربایف به چنین خلاصه آمده است. این چنین او قید نمود که کسانی وجدان دارند باید او را قدر کرد. پیشوای ملت برای همه مقدس با قدر و بزرگ می باشد. ابراز نمود او. قید نمودن ضرور است که سالهای اخیر چنین کاسلیسی منصبداران در کشورهای آسیای میانه خصوصا در تاجیکستان به کاری عادی تبدیل یافته است. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت با مقصد خدمت نمودن و استوار گشتن در کرسیشان منصبداران تیارند تا اینکه آبروی خود را رزانند و دیکتاتوری حکمران را مدح نمایند. همین خصلت‌ها را پرزیدنت ما داشتند. شما شاید برای همین که آهسته آهسته مردم به همین خلاصه آمدند که در تاجیکستان کودکان در سطح قانونگذاری از امکانیت آموختنی زبان عربی برای خواندن قرآن محروم می باشند. در این خصوص رئیس شعبه اتحادیه های دینی کمیته عاید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حسین شاکیروف خبر داد. یکچند مسجدها برای تشکیل نمودن چنین کورس ها حجت های لازمه را پیشنهاد کردند، ولی طبق قانونگذاری تنها وزارت معارف و علم تاجیکستان حقوق دارد تا اینکه رسما برای تشکیل چنین کورس های تعلیمی اجازت دهد. تا حال با وضعیت های به ما نامعلوم یگان مسجد در کشور چنین اجازت رسمی را نگرفته است. ابراز نمود او گویا از هیچ چیز بخبر باشد. آخر او خوبتر می داند که برای چی مسجدها اجازت رسمی عاید تعلیم دادن اسلام گرفته نمی توانند. یادرس میکنیم که سال 2010 با وطن برگرداندن عموی دانشجویان از دانشکده های دینی خارجه شروع گردیده بود. این عمل پس از بیانات پرزیدنت امام علی رحمان گویا مرکزهای اسلامی خصوصیت اکستریمیستی دارند با وقوع پیوست. با مراجعت میکنم که فرزندانتان دعوت کرده برگردانید که اکثریتش و این مکتب های دینی نیست، اکستریمیست میشوند، تروریست میشوند، آینده دشمنان خائن ملت تاجیک میگردند. متاسفانه در اکثریت حالات نورسان از نظارت برآمده در نزد ملاها تعلیم نمیگیرند، بلکه به راه تروریسم و اکستریمیسم دینی پیوند خواهد شد. ابراز نموده بود امام علی رحمان. چطوری که کمیته عاید به کارهای دین قید نموده بود، در آن زمان 3650 شهروند تاجیکستان بیرون از کشور تحصیلات دینی میگرفتند. از این شماره 3324 نفر باشد به وطن برگردانیده شدند. امروز در تاجیکستان همگی یک دانشکده اسلامی فعالیت میکند که در آن 1400 نفر تحصیلات میگیرند. در کشور رسما فعالیت همه مدرسه ها منع کرده شدند. دو سال قبل از روی نبودن بنا برای تحصیلات گیمنازیه یگانه اسلامی در کشور بسته شد. غیر از این نه فقط نورسان بلکه کلانسالان اهالی نیز از تحصیلات دینی محرومند. یگان گرایش یا بیرون آمدن هر نمودی تحصیلات دینی که در زیر نظارت حکومت قرار نداشته باشد اکستریمیستی به حساب می رود. از آن جمله تحصیلات با واسطه اینترنت نیز به این شامل می باشد. جالب دقت است که حتی به امام خطیبان درباری نیز با واسطه اینترنت تعلیمات اسلامی گذراندن منع کرده شده است. با
Санаи 12 июли соли ҷорӣ Маҷлиси Олии Тоҷикистон ташаббуси намояндагони халқ аз Маҷлиси намояндагонро оиди бо ваколат таъмин намудани мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои гирифтани маълумот дар бораи сомонаҳое ки шаҳрвандон зиёрат мекунанд дастгирӣ намуд. Оиди мавзӯи зерин, духтари президент Озодаи Раҳмон дар Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад карда, ворид намудани исноҳот ба қонун дар бораи фаъолияти фаврии ҷустуҷӯӣ пешниҳод намудааст. Ёдрас мекунем ки ташаббускори асосии ин ислоҳот намояндаи Маҷлиси намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷойрахон Маҷидзода мебошад. Дар Маҷлиси намояндагон, ки санаи 7 июл баргузор гардид, Маҷидзода баромад карда гуфт, имрӯз зиёда аз 3 миллион аҳолии Тоҷикистон ба истифодабарии интернет имконият доранд. Зиёда аз 80% онҳо сомонаҳои номатлубро зиёрат мекунанд, ки ба экстремистону террористон мутааллиқ мебошад. Бояд қайд намуд, ки солҳои охир аз тарафи режим якчанд ворид намудани ислоҳот дар соҳаи иттилоот қабул гардида буд. Ҳамин тавр, моҳи ноябри соли 2015 аз тарафи парлумони Тоҷикистон ворид намудани ислоҳот ба қонун дар бораи мубориза алайҳи терроризм тасдиқ гардид, ки ба мақомоти давлатӣ ҳуқуқи муҳосира кардани имконияти алоқаи мобилӣ ва интернет дода шуд. Соли 2016 бошад, аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон дар бораи сензура намудани барномаҳои телевизион ва радио парвандаи ҷиноӣ барои таҳқир намудани пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон қарор қабул гардида буд. Аз моҳи ноябри ҳамон сол Маркази Ягонаи Коммутатсионӣ оиди назорати интернет ба кор дароварда шуд. Акнун ҳамаи ворид ва хориҷи трафики интернет ва алоқаи мобилӣ аз Маркази Ягонаи Коммутатсионӣ мегузарад, ки барои гӯш кардани алоқаи мобилӣ назорат ва пайгирӣ намудани трафики интернет имконияти фароҳам меорад. Ҳамин тавр режим мехоҳад тамоми майдони иттилоотро зери назорат бигирад, ки дар он аҳолии кишвар қарор дорад. Зиёда аз ин, ворид намудани ислоҳот ба қонун дар бораи фаъолияти фаврии ҷустуҷӯӣ барои бофтани парвандаҳои ҷиноӣ ба мақомоти қудратӣ имконияти васеъ фароҳам меорад.